بچه سلام، چطورین؟ خوبین؟ بچه ها، میخواستم برم سمت یک ساحل به نام نیوز بیچ که میشه ساحل لختیا، ساحل لخت و اینا، اما هیچ وقت نرفتم به خاطر اینکه خوشم نمیاد دیگه. نمیدونم، خیلی به نظرم یه جوریه، اما الان چون سرده کسی لخت نمیکنه اونجا دیگه، ولی خیلی ساحل زیباییه، خیلی قشنگه و همیشه دوست داشتم برم. متو به خاطر اینکه میگم دوست نداشتم حالا بذار ماشینم قفل کنم نود بیچ برم و اینا، نرفتم، ولی الان میخوام برم و شما رو میخوام ببرم. اما ما فکر نکنید میخواید نود ببینید، نه، فکر نکنید که خبری اصلا، فقط قشنگه و میخوام زیبایی بهتون نشون بدم. اما راجع به چه موضوعی میخوام صحبت بکنم در حالی که شما مناظر زیبا رو تماشا میکنید؟ میخوام راجع به این موضوع صحبت بکنم که توی یوتیوب داشتم میچرخیدم و دیدم که بعضیا یه سری ثامنیل زدن، اینکه هم ایرانی هم خارجی ها، اینکه داریم از کانادا میریم، چرا از کانادا میریم و چقدر تحقیر شدم، چقدر توهین شنیدم، چقدر بده، و میخوام به این جور ویدیوها پاسخ بدم و یک ریاکشن در واقع نسبت به این ویدیوها داشته باشم. با من همراه باشید. اول از همه بچه‌ها، این که زندگی خیلی کوتاهه و همیشه من خودم جوری زندگی کردم که راحت باشم، جوری زندگی کردم که دوست داشته باشم و برای حرف مردم و برای اجتماع و این که فلانی بگه به به چه چه هیچ وقت زندگی نکردم، چه مهاجرتش چه برگشتش. یعنی من اگه احساس کنم نه من الان اینجا اذیت میشم و دوست ندارم و چرا این رو گفت و اینجا رو دوست ندارم، یا به هر دلیلی الان دوست ندارم، الکی نمیمونم به خاطر اینکه حالا دختر خالم چی میگه، حالا فامیل چی بگن، حالا بعد میگن که وای نتونست بمونه. برای همین اینجا دارم بهتون میگم هر جوری که احساس میکنید باید باشید، باشید و به خاطر حرف مردم هیچ کاری رو نکنید. اما میخوام راجع به این موضوع صحبت بکنم که چرا بعضی از کانادا میرن و چرا کانادا رو دوست ندارن و کلن مهاجرت رو دوست ندارن. فقط هم کانادا نه، کانادا، آمریکا، اروپا مشکلات خاص خودش رو داره، ولی توی این ویدیو به خصوص میخوام به این موضوع پاسخ بدم که آیا ریسیزم وجود داره یا نه، آیا دیسکریمینیشن وجود داره یا نه، آیا تبعیض، نژادپرستی اینا وجود داره یا نه. جواب این سوال بچه‌ها بله است. ما تو دنیای زندگی نمی کنیم که همه آدم ها سالم باشن، تحصیل کرده باشن، با شعور باشن، با فرهنگ باشن. همه جای دنیا هست و یه سری مسائل هست که ما توی ایران تجربهش نکردیم و برعکس. یکی از اون مسائلی که خب تجربهش نکردیم اینه که آدمی که کنارت میشینه میتونه از نژاد مختلف و فرهنگ مختلف و افکار مختلف باشه و ما اینو توی ایران در واقع خیلی چیز نکردیم. قومیت داریم تو ایران ولی نژاد نداریم، زبان مختلف نداریم. مثلا حالا باز زبان مثلا میگیم ترکی داریم، ولی اونجوری در واقع به این شدتی که در واقع در آمریکا و کانادا هست، یا مثلا اگه برید اروپا، مثلا آلمان برید، خب خیلی فرق میکنه کنار یک آلمانی بشینید. میدونید حداقل زبان رو نمیدونید، نمیتونید که یکی باشه. برای همین این موضوع و درک این موضوع سخته، درک موضوع راحت نیست. و این حرفی که میخوام بزنم بچه به اینه که ما خودمون یک سری insecurities داریم. insecurities یعنی نقطه ضعفایی داریم و این نقطه ضعفا رو خودمون میدونیم و چون خودمون میدونیم راجبش، هر اتفاقی بیفته ما همه چیز رو به این نقطه ضعفمون ارتباط میدیم. مثلا فرض کن من قدم کوتاهه و میگم اگه این طرف حرف من رو قبول نمیکنه به خاطر اینکه قدم کوتاهه، به خاطر اینکه زنم، به خاطر اینکه رنگ موم اینه، به خاطر، یعنی ما چون یه سری ضعفی رو برای خودمون احساس میکنیم همه خیلی از چیزا رو به این تعبیر میکنیم. همونجوری گفتم حرف من این نیست که نجات پرستی وجود نداره، تبعیض وجود نداره، همه اینا هست، همه اینا وجود داره، همه جای دنیا هم هست، هیچ وقتم تموم نمیشه به خاطر اینکه آدم ها بچه قرار نیست مثلا
همه آدم ها سالم باشن، با فرهنگ باشن، با شعور باشن. همیشه آدم مریض هست، همیشه آدم بیشعور هست، خب؟ ولی خیلی بستگی به این داره که تعبیر شما به از موضوعات چیه، تعبیر شما از موضوعات چیه. ببین، یک موضوعی که میخوام صحبت بکنم راجبش مسئولیت پذیری و واقع نگری هست. بعضی اوقات بچه ها ما این واقع نگری و این مسئولیت پذیری رو در برابر کارهامون نداریم و این رو دوست داریم به یک سری مسائل ارتباط بدیم. خیلی ساده بگم، مثلا میگم من یه زبان آموز داشتم که ببین سر کار دیر میرفت، سر ساعت 9 بعد بره 10 میرفت، کاراش رو درست انجام نمیداد در صورتی که باید انجام بده. و خب یک رئیس هر جای دنیا باشه این رو بازخواست میکنه، تو چرا ساعت 9 و نیم میای، 10 میای و این تکرار میشه و هیچ پاسخی هم براش نداری و چرا کارات رو مرتب انجام نمیدی، چرا با مشتری درست صحبت نکردی، چرا این کار نکردی؟ و به جای اینکه بگه ببین درسته من باید سر وقت بیام، باید کارم رو درست انجام بدم، به جاش چی میگه؟ شری میدونی به خاطر اینکه زبانم خوب نیست به من اینجوری میگه، به خاطر اینکه رنگ موهام بلوند نیست اینجوری میگه، به خاطر اینکه رنگ چشم آبی نیست اینجوری میگه. میخوام بگم خیلی مهمه که از خودمون رفع مسئولیت نکنیم و این نگیم که خب همه چیز دیگه به این ربط داره، به زبان، چون زبانم خوب نیست دیگه حالا همه مردم مثلا هر اتفاقی میفته به خاطر اینکه زبانم خوب نیست. نه، شما خودم خودمون چقدر در اینکه یه کاری رو خوب انجام بدیم، درست انجام بدیم و چقدر حرفه‌ای هستیم تو این کار، چقدر مسئولیت میپذیریم. آیا اگر که یه کار مثلا سر کار یه کار اشتباهی انجام دادیم، آیا اون رو قبول میکنیم یا اینو میذاریم فقط روی اینکه اینا تبعیض میکنن، تبعیض میذارن، تبعیض نژادیه، چون زبانم خوب نیست به من زور میگن، چون فلانه اینجوری میکنن. آیا آدمی هستیم که بیشتر سعی بکنیم تلاش بکنیم برای کارمون و یاد بگیریم یا نه مدل مثلا اینکه قبلا مثلا چجوری کار میکردیم، یه صبح میخوردیم صبحونه میخوردیم و دوباره یه صبحونه دوم، دوباره صبحونه دوم، اونجوری عادت داریم، یا اینکه نه به کار نورث امریکن کالچر بعد یاد بگیریم چه شکلیه. اینها خیلی بچه‌ها مهمه. فرهنگ کاری توی نورث امریکا یعنی آمریکای شمالی خیلی فرق میکنه تا فرهنگ کاری توی مثلا ایران. بعضی از بچه‌ها مثلا میبینی کار اداری داشتن، ساعت 7 میرفتن، با چی میگن، یه پانچ میکردن، بعد ساعت نمیدونم 9 دوباره میرفتن با دوستشون صحبت میکردن، بعد صبحونه دوم، بعد صبحونه سوم، بعد نهار اول، بعد نهار دوم، و کلا مثلا شاید 2 ساعت کار میکردن، 1 ساعت کار میکردن. نمیگم همه ها، من خودم کاری که انجام میدادم خیلی سخت بود، مثلا اینجوری نبود که همین، ولی خیلی به من میگن ما مثلا کارمون خیلی راحت بود. و وقتی که خب میای نورث امریکا فرهنگ کاریش فرق میکنه، یک، دو، بعد خودتو ثابت بکنی، بر همین بیشتر بعد کار بکنی و اگر به اون فرهنگ عادت داری، به اون فرهنگ کار عادت داری، بازخواست میشی، 100% بازخواست میشی، به خاطر اینکه پروداکتیویتی مهمه، به خاطر اینکه یک کارفرما داری که پولش رو داره خرج میکنه و از تو بازخواست میکنه. ولی اگه بخوای به اون جور فرهنگ در واقع کار بکنی، بازخواست میشی و این فقط ربطی به رنگ مو، رنگ چشم، زبان اینا بچا نداره. و خیلی وقتا ما باید مسئولیت پذیری داشته باشیم. یه مسئله هم باز دیگه بچه، مثلا اگر توی بخش سرویس خدمات کار میکنیم، یکی از مسائل مهم برای کارمون زبان، ارتباط با مشتری هست. اگر فرض کنم من توی کفش فروشی کار میکنم، بعد یه مشتری میاد اینجور کنم Hello, do you need help؟ خب 100% من اگه مدیر اون کفش فروشی باشم میگم ببین مشتری که میاد باید welcoming باشی، تو باید پذیرا باشی، بگی که هاي هاو کن آی هلپ یو، یه لبخند داشته باشی و اینجور لحنی داشته باشی. و اگه اون طرف، اگه اون کسی که کارمنده اونجاست بیاد بگه که چیه، من به خاطر زبانم مشکل داری، خب بله تو داری در جایی کار میکنی که باید زبانت دور خوب باشه، لحنت مناسب باشه و روی اینا باید کار بکنی و هیچ چیز بدی نیست. بالاخره هر یکی اکسلش خوبه، کسی هم که تو کار خدماته باید زبانش خوب باشه. مرسی که بچه‌ها به حرفام گوش دادین. فقط خواستم بهتون بگم که بعضی اوقات برای اینکه یه کاری رو نخوایم انجام بدیم، هزار تا بهانه هست و میتونیم با هزار تا بهانه‌ای که بیاریم اثبات بکنیم چرا یه کاری رو انجام ندادیم.
ولی اگر بخوایم یک کاری رو انجام بدیم میتونیم خیلی راحت انجامش بدیم و این بستگی به تفکر من و شما داره که میخوایم یک کاری رو انجام بدیم یا نه، میخوایم یک کاری رو بگیم شد یا نه. اگه بخوایم بگیم خب نشد، من همه کار کردم نشد، خیلی راحته، خیلی راحت میتونیم به این نتیجه‌گیری برسیم. ولی اگه میخوایم بگیم که نه، در رفتم تلاش کردم و شد، باز هم میتونیم به این نتیجه‌گیری برسیم. و این و با توجه باز به تجربه زندگی من، هر کس هر وقت خواست شده، when there is a will there is a way، من به این خیلی اعتقاد دارم و خیلی آدم دیدم که when there is a will یعنی وقتی براش یک خواستنی هست، یک چیزی رو میخوای، there is a way، یه راهی براش هست، حتما یک راهی رو براش پیدا میکنی. و این رو خیلی بزن توی زندگیم دیدم، کسایی که دنبال یه چیزی بودن واقعا رفتن و پیداش کردن و واقعا شده، و کسایی که نه، فقط دنبال این بودن که نه، من از اول تصمیمشون رو گرفتن که نه، من به درد این کار نمیخورم، من به درد فلان جا نمیخورم، نه این فایده نداره، نه اون کار فایده نداره، واقعا هم تحقق پیدا کرده و واقعا هم فایده نداشته. مرسی که همراه هم بودید، امیدوارم از مناظر هم لذت برده باشید و امیدوارم که یه روزی شما رو همینجا ببینم، نه اینجا دقیقا اما تو خیابون ببینم. خیلی ممنون، حتما بر من کامنت بذارید، لایک هم بکنید.